بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. با حمد و سپاس و ثنای بی حد بر خداوند متعال و با درود بر محمد مصطفی علیه الصلاه والسلام وعلى آله وصحبه الكرام، وبا عرض سلام و ادب بشما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و منصفان. یا رب تو چنان کن که راه حق پویم، در راه حقیقت روم و حق جویم. از لغزش و از خطا نگهدار مرا، نگذار که یک کلام ناحق گویم. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که در خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و گفتار و رفتار و خانواده و جامعه من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را، و شما برادران و خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به نیکویی میشنوید و بهترینش را برمیگزینید. در شرح بهترین سخن که سخن خداوند است، تنها سخنی که به زبان آسمانیش باقی است، یعنی قرآن کریم، تنها سخنی که از روز اول همه بشر مورد خطاب قرار داده، تنها سخن و قانونی که در روز قیامت بر مبنای این کتاب مردم محاسبه خواهند شد، رسیدیم به آیه 69 و 70 از سوره شریفه انعام. تلاوتش را از یکی از بلبلان حرم مکی بشنویم و بعد از اون ترجمه شعریش را و بعد از اون تفسیرش را. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم.
لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تو آن مردمی را که در هر نفس باز خطاب کیه؟ به رسول، به امام نیست. به اون امامتی که نهایتش بشقا پرنده شد پشت ابروها چپوندنش، قرآن هیچ حرفی در بارش نمیزنه، بلکه آخوند کذاب درستش کرده. با از رسالت و نبوت هم بالاترش بردن، ولی که قرآن ازش حرفی نمیزنه. آیا بر دروغ بودنش هم کافی نیست؟ اما راجب رسول دستشو میگیره گام به گام در ظرف 23 سال، اینجا این کارو بکن، اونجا اون کارو نکن. اونو به عنوان نمونه بر جامعه بشریت قرار میده و اون نسلی رو پرورده میکنه، میپرورانه که اونها رو باز نمونه قرار میده. قرآن اونها رو بهشتی مینامه و میگه بعد از پیامبر از اونها اطاعت کن در فهم کلام پیامبر، که باز امام تراشان اونها رو تکفیر میکنن، اونها رو تفسیق میکنن، اونها رو مرتد میدونن. مرتدان اونها رو مرتد میدونن. پناه بر خدا. تو آن مردمی را که در هر نفس گرفتن دین را به لهو و هوس. امامت یک هوسه، امام زمان یک هوسه، یک لهوه. معصوم تراشی یک لحوه، خمس بگیری یک لحوه، موت کنی که لحوه لحوه است. همه این بازی ها بر این خاطر شهوت و مال. لیکن اون لحو حواس های که اینجا قرآن درش اشاره میکنه، هنوز اینها اسم دین و اسم اسلام و اسم اهل بیت نگرفته بود، ولذا شناختنش آسانتر بود. ولذا جاهلیت دوم، بخصوص جاهلیت رافضیگری، از جاهلیت اول خیلی پیچیده تره، معقد تره. مگر کسانی را که خداوند دلهاشون رو روشن کنه، به قول امام جعفر صادق که او صادق است و مدعیان پیرویش کاذب، گفت که ایمان نوریست در دل آدم میتابه. اگه این نور بتابه، آدم با این نور میتونه حق و باطل رو تشخیص بده، به شرطی که خودش بخواد. اما اگر نخواد، همه دنیا پشت سرش باشن نمیتونن. اینجا سوزن نیست که. تو آن مردمی را که در هر نفس گرفتن دین را به لهو و هوس. ولاد فقیه یک لهو و هوسه، هوس دنیا. بخوردند از زندگانی فریب، بخوردند از زندگانی فریب. رها ساز بر حال خود بی نصیب، وقت تو با اینه تلف نکن. بر آنها تذکر همین قدر بس که اریز خاران خانه هوس، اریز خاران امامت، اریز خاران ولایت، اریز خاران خمس، اریز خاران 12-13 هزار امامزاده، ای فریب کاران تقیه، ای شهوت رانان خمس و حکسا شهوت رانان مطعه و خمس. بر آنها تذکر همین قدر بس که ای ریز خاران خانه هوس، که هر کس به فرجام اعمال خود به روز قیامت گرفتار شد. اونجا معیار عمل هر کسیه. پناه بر خدا. شفیعی نیابند روز شمار، که فریاد رس نیست جز کردگار. و این کتاب در ایران چاپ شده، قرآن هم همینو میگه. پس این امامزاده ها و این بتخانه که تراشیدین چیه؟ معصومه و امام رضا و چند تا بتخانه در عراق، چند تا در ایران، هر جا که، چند تا الان در سوریه. و پس این بتخانه ها برای چیه؟ این همش جنگ های سیاسی رو در این قالب انجام میدن، درست مثل صهیونیست‌ها.
میخوان مسجد الاقصا رو خراب کنن به بهانه خراب هیکل، هیکلی که در ذهنشونه مثل امام زمان شیعیان. این همش این بازیه رو از اونجا به ارث بردن. شفیعی نیابند روز شمار، که فریاد رس نیست جز کردگار. اگه این حرف شما قبول دارید، پس این بتخانه که تراشیدی چیه؟ این قبرستان ها چیه؟ این بارگاه ها ببخشید، این امامزاده ها برای رهایی از خشم خدا، هر آنچه نمایند آنان پدا. خداوند هرگز نسازد قبول، چرا؟ چون نمودند از حق عدول. به جای توحید شرک گذاشتند، به جای رسالت امامت گذاشتند، به جای خدا قبرها رو عبادت کردن، به جای زکات که به فقرا بدن خمس تراشیدن، به جای ازدواج متعه رو باب کردن. خداوند هرگز نسازد قبول، چرا؟ چون نمودند از حق عدول. بلی این کسانند در روی خاک، که گردند نابود و خار و هلاک. ای خدایا بدان کیفر کارهای پلید، عذاب ببینند هر دم شدید. شرابی بنوشند ز آب حمیم، ز آب داغ، داغ جوشان، عذاب ببینند سخت و علیم. آخونده این حرفا رو قبول دارن؟ اگه قبول دارن چرا این همه ظلم میکنن؟ بدان کیفر کفر بر رب پاک، بر آنها عذابی است بس دردناک. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. اونایی که دنیا رو لهو لعب گرفتن، بازیچه قرار دادن، با این بازی مشغولن، حساب اونها با شما نیست، بر اهل تقوا نیست، بر متقیان نیست. لیکن این پندیست تا شاید از این پند بگیرن. یعنی چی؟ یعنی وقتی به اون چی که نمیدونن دخالت میکنن، امور عقایدی بسیار پیچیده رو بدون دلیل، همینجوری بدون احترام، بدون دلیل، بدون ادب، بدون خشوع، بدون تعظیم به حرمت های خداوند، هر چی دلشون میخواد میگن. وقتی که این دخالت ها رو میکنن، قرآن به مؤمنان اطمینان میده که شما راجع به دخالات اونا حساب نمیشید. هر کسی مسئول افعال خودش. ببخشید، ولا تزر وازره وزر اخرى، در سوره انعام آیه 164، هیچ کسی مسئول بار دیگران نیست. یعنی چی؟ یعنی خداوند به اطمینان میده که اگه شما در یه جایی هستید، کسی دیگه سخنی گفت، سخن نالایقی، شما مسئول سخنش نیستید. شما بلند شدید، باش موافقت نکردید، سخن نالایقی گفت، عمل نالایقی انجام داد، بدعتی انجام داد، شرکی انجام داد. گاهی انسان یک دست، چه میگن به فارسی، جانماز با آب میکشه. یعنی چی؟ یعنی ورع به جای خودش نیست و پرهیزکاری خوبه، لکن به جای خودش. مهم در همه این جلسات، مهم اینه که آدم در هر جلسه که هستش اونجا رو تذکر به تقوا بده، تذکر به طاعت خدا بده،
تذكر بوجود خدا بده، بوحدانيتش، بكمالش، بإنك إن دين دين حق، تنها دين حق در دنياست. إن اطمینان خداوند به مؤمنانه. گاهی کسی وسوسه میکنه. یه بار یه نفر داشت در طواف یه بادامی رو پیدا کرد، با صدای بلند سرصدا میکنه که این مالکیه. حضرت عمر شنید، گفت بخورش، این تقوای دروغین نیازی نیست که نشون بدی. این گاه که این انسان تصنع میکنه و کسی مسئول اعمال دیگران نیست، به این معنا که اگر کسی کار بدی انجام داد و شما نتونستید تغییرش بدید، باش موافقت نکردی، بلند شدی، تمام شد. ولهم هم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، در سوره مؤمنون آیه 63. اونا اعمالی دارن که خود مسئولن. اگر یه نفر مثلا، به عربی یک مثال هست، میگن یه گاو خورده، الان وقت دومش که رسیده تو گلوش گیر کرده، یعنی چی؟ یعنی سوال غیر معقول میکنه، یعنی غیبت میکنه، رزقش حلال نیست، نعوذ بالله، ده ها دروغ، ده ها حرام. یه دانه گندم نمیدونه، یه دانه ریزی که تو دهنش میمونه از سحر، میگه این روزه منو باطل میکنه یا نه؟ از این ناراحتی، از اون ناراحت نیست که سحر تو حرام خوردید یا نه؟ اینا یه نوع دروغه، اینا یه نوع تصنعه. انسان مسئوله که در اون چی در دور بر خودش هست به طاعت خدا تذکر بده، اولا به شناخت خدا و ثانیا به طاعت خدا. ولذا قرآن میفرماید وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، اینایی که دینشون رو بازیچه گرفتن، لهو گرفتن، اینا رو ول کن. و غرتهم الحیات الدنیا، اینها دنیا فریب داده. بازی چیه؟ بازیه یک عمل بیهوده. یه بچه کوچک، کودک، قبل از اینکه بالغ بشه، قبل از اینکه بزرگ بشه، یه ماشین رو میگیره، با انگشتاش باش بازی میکنه، این تخت با اون تخت، سر صدا در میاره، همه جهانش تو این عالم بازیچه. وقتی این رو شما تصویرش رو بکشید، عکسش رو بگیرید، فیلمش رو بگیرید، این فردا میشه پزشک، فردا میشه یک مهندس. این فیلم رو بهش نشون بدید، خودشو کوچک میشماره. چرا؟ چطوری این بازی رو میکرده؟ بچه بوده، یعنی بدون هدف این کار رو میکرده، یعنی برای وقت کشی. الان بعضی از برنامه های کامپیوتری هست که اگه انسان 200 سال زندگی زنده بشه، برای هر سال یه بازی براش هستش. یعنی چنان مردم رو مشغول کردن، بخصوص مسلمان ها رو، به اشیاء بیهوده و گاهی با همین بازی ها اباحیگری رو برای بچه ها یاد میدن. هر قطع پارچه رو که بکنه یه نمره میگیره، یه درجه میگیره، تا اینکه لخت بشه. همه اینها یا اکثر این بازی ها برای نشر اباحیگری و الحاده. حتی با اسباب بازیایی رو که از بیرون وارد میکنن، برای افساد عقیده، برای افساد دینه، برای افساد بچه هاست. بچه ها به جا خودش بعضی جا بزرگا رو میبینید تا ساعت 3 شب بازی میکنن. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا، اینهایی که دینشون رو بازی گرفتن، اینه که همه همه غمشون بازیه. دین چیه؟ اون چی که شما بهش اهمیت میدید، همه اهمیتش بازیه، پاسور بازیه، نمیدونم هم این بازی، اون بازی، چیزی که خدا راضی نمیکنه، غیبت، نمیمت، کلکسیون، فلان کلکسیون رو جمع کردن، اعمال بیهوده. مقصود اینه لهو شدیدتر از بازیه. لهو بی هدف،
یه چیز گران قیمتی رو رها کردن به چیز خصیصی چسبیدن. ولذا قرآن میفرماید که در سوره انبیاء آیه 16 هم و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان و زمین و ما بینشون رو بیهوده نیافریدیم، بخاطر لعب و بخاطر بازی و لهو لعب نیافریدیم. در سوره صاد آیه 27 میفرماید ذلك ظن الذين كفروا، این وهم و گمان کسانی که کافران این چونی فکر میکنن. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. در سوره دخان آیه 39 ما آسمان و زمین رو جز با حق به حقیقت نیافریدیم، لیکن اکثرشون نمیدونن، نادانن. و اینهایی که زندگیشون رو بازیچه قرار داده اند، اینها رو رها کن. سینزنی بازیچه ایه، نه خانی بازیچه ایه، از بازیچه هم بدتره. البته شما امروز خانواده های مسلمان رو نگاه کنید، متاسفانه یا بعضی از خانواده ها رو در اهتمام زیاد در امور بزرگ نیست، همه هم غم خوراک و پوشاک و نمیدونم شنا و خوابیدن و سخن گفتن از دیگران و با اون چی که داره فخر بکنه و به عیوب دیگران مشغول شدن و همه این چیزها، اینا لهو لعبه. ذرهم، اینا رو ترک کن. چرا؟ بلکه دنیا اینا رو فریب داده. چطوری فریب چون داده؟ یعنی دنیا رو حجمش رو بزرگتر از اندازش دارن تصور میکنن. یه آقایی بود در بازار حمیدیه در شام، این دوست استادمون بود. وقتی که آقا جوان بود در بازار حمیدیه، بازار تجارتی مثل بازار قدیم تهرانه، الان که در بداغان شده به برکتش به شؤم خمینی و خامنه ای، این آقا شوخ بوده، لیکن بعضی آقا شوخیاش خشن بوده. این وقتی که دکانش رو جارو میکرده، این آشغالا رو برمیداشته توی جعبه میذاشته، با یه ورق زر ورق اونو میپیچونده، با یک مثلا بند سرخ رنگ و یا گل مانند میپیچیدش، اونو بر گوشه محل میذاشته، بعد گویا که اونو نمیبینه. یه نفر میاد اینو برمیداره، به سرعت هم رد میشه، فکر میکنه چیز با ارزشیه، هدیه مهمیه. صد متر اون طرفتر این بند قرمز رو باز میکنه، گل رو بر میداره، صد متر بعدش ورق رو بر میداره، بعد تر که میره بازش میکنه میبینه آشغالش، شروع میکنه به سب و شد کردن. مثال دنیا همینه، ظاهرش فریبنده اما خودش آشغاله. به دلیل که هرچه بهش رسیدی نگاه کن، قبل از که بهش برسی چی بوده؟ زن نداشتی رسیدی چه شد؟ بچه نداشتی رسیدی چه شد؟ و هکذا. ولی اصلا مهمترین چیز در این دنیا، با ارزشترین چیز در این دنیا شناخت خداونده، این که خدا رو بشناسی و عمل نیک انجام بدی. آدم وقتی که نوجوانه فکر میکنه مال همه چیزه، زن همه چیزه. وقتی که وسط زندگی میرسه میبینه نه، اینا همه چیز نیست. اما وقتی در فراش مرگ میبینه که اینا هیچ چیزی نیست. چیز گرانبها و ارزشونو که خدا رو بشناسید و عمل صالح انجام بدید. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اون وقت میگوید که کاش که من برای این زندگی آخرتم چیزی میفرستادم، مقدم میداشتم، لیکن وقت گذشته. این که دنیا رو بالاتر از حجم خودش نبینیم، همه چیز ندونیم. ولذا حضرت علی علیه السلام که علی پرستان
او را عبادت میکنند لیکن به عقیدهش نیستند. مدعیان تشیع امروز در هیچ اعتقادی به علی شریک نیستند، دروغ میگویند، به همان اندازه که مسیح پرستانند. همه قالیان اینطوریان، همه افراط گرایان اینطوریان، چه مسیح پرستان، چه علی پرستان، چه بت پرستان، همه اینا غلوه، افراطه. افراط فقط در میدان سیاسی نیست، افراط های میدان سیاسی از افراط در میدان عقیدتی میاد. حضرت علی علیه السلام میفرماد که راجب دنیا، طلقت که به ثلاث قری غیری یا دنیا، من تو رو سه طلاقه کردم، یعنی دیگه راه بازگشتی هم نیست، کسی سه طلاق بده دیگه راه بازگشت نیست. قری غیری ای دنیا، دیگری رو فری بده، سراغ من نیا، بلکه این دنیا دار اقامت نیست، دار سختی هاست، دار خوشحالی نیست، دار غمگینی نیست. فمن عرفها لم یفرح للرخاء ولم یحزن للشده، کسی که دنیا را بدونه نه به گشایشش خوشحال میشه نه به سختیش اندوهگین میشه. الا و ان الله تعالی خلق الدنیا دار بلوا، همانا بیدار باشیم، خداوند دنیا رو برای امتحان آفریده، بر سختی آفریده. و الاخره دار عقبا، اما سرانجام آخرته. فجعل بلوا الدنيا للثواب الاخره، مصیبت های دنیا را، بلیه های دنیا رو ثواب آخرت قرار داده. و ثواب الاخره من بلوا الدنيا، و ثواب آخرت را از مصیبت دنیا عوض مصیبت دنیا قرار داده. فیاخذ و یبتلی و لیجزی، میگیره و ابتلا میکنه تا پاداش بده. سخنان ابن عمر، حضرت عبدالله ابن عمر که امام دهلوی اینو نقل میکنه. اما مردم در دینشون در وقت لهو لعب بازی میشه، بلکه دنیا اونا را فریب میده، ورزه هی قرآن تکرار میکنه، هی هشدار میده، ولا یغرنکم بالله الغرور، شیطان شما رو فریب نده، از راه خدا دورتون نکنه. غرور چیه؟ غرور فریب شیطانه. مثلا بهت میگه که آقا این معصیت رو انجام بده، پیغمبر بر ما شفاعت میکنه. اما قرآن چی میفرماید؟ اف من حق علیه کلمت العذاب اف انت تنقذ ما فی النار، در سوره زمر آیه 19. آیا کسی کلمه حق براش کلمه عذاب براش محقق شده، مستحق کلمه عذاب شده، تو میتونی اون از آتش نجات بدی؟ یعنی پیغمبر نمیتونه، یعنی ولا تکوینی نداره. الان کشیش میگه دلتو به عیسی بده، شیعه میگه دلتو به حسین بده، کشتی حسین سوار شو، کشتی علی سوار، اینا همش کشتی سازی عدکیه، کشتی سازی کارتونیه. پیامبر خدا علیه السلام همچنان که امام مسلم نقل میکنه، یا عباس عم رسول الله، یا فاطمه بنت محمد، انقذا نفسیکم من النار، انا لا اغنیکم من الله شیئا. ای عباس اموی رسول خدا، ای فاطمه دختر محمد، نفس خودتون را از آتش نجات بدهید، من شما را از خدا بی نیاز نمی کنم. پیغمبر دخترشو از خدا بی نیاز نمی کنه. اون موقع پلیدانی چون قزوینی و امثال قزوینی میگن که امام رضا این کار میکنه، اون کار میکنه، این امام اون کار میکنه، نه دروغای بیش نیست. در حدیث دیگر که امام احمد روایت میکنه، من یبت بهی عملو لم یسر بهی نسبو، کسی که عملشونو به عقب بندازه نسبشونو جلو نمیندازه، از آل بیت باشه وقتی عمل نکرده. در حدیث دیگر که امام احمد روایت میکنه، لا یأتین الناس بعمالهم و تعطوننی بانسابکم، لا یأتین الناس بعمالهم و تعطونی بانسابکم، مردم با اعمالشون پیش من نیان و شما به نسبتون، یعنی خودتون عمل بکنید. ورز انسان قبل از اینکه
همه راهاش بسته بشه، فکر به حال خود بکنه. ذکر بهی، ای محمد با این قرآن تذکر بده. نگفت که قرآن و دو سومش و بشقاب امام زمانی برام بشقاب پرندهی و هور قلیایی و غیر ذالک اینجا اونجا میبره. ترکشیه آخوندهای رافضی میگن و ذکر بهی، با این قرآن تذکر بده محمد، ان تبصر، این که محروم بشه، ان تبصر نفسون به ما کسبت، نفسی که با آنچه کسب کرده محروم بشه. یعنی چی؟ یعنی از سعادت ابدی، سعادت جاودانه محروم بشه برای عبدالعباد، از بهشتی که عرضش طول آسمان ها و زمینه محروم بشه، بهشتی که درش چیزهایی است که نه چشم دیده نه گوش شنیده، همچنان که امام بخاری روایت میکنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، نه بر قلب بشری خطور کرده قبل از اینکه محروم بشه. و ذکر، با این قرآن تذکر بده، ان تبصر نفسون بما کسبت، اینکه نفسی به خاطر اینکه دنیا رو برگزیده، دنیا رو ترجیح داده، از چنین بخشش بزرگی، از چنین عطای عظیمی محروم بشه. چرا؟ چون دین رو بازیچه گرفته، پر از بدعتش کرده، پر از شرکش کرده، بهش اهمیت نداده، فریب دنیا رو خورده، به دنیا مشغول شده. لیس لها من دون الله ولی ولا شفی، که غیر از خدا هیچ ولی و شفی نداره، نه کسی باش دوستی میکنه، نه کسی براش شفاعت میکنه، اونجا جز عمل چیزی نمیبینی. ولی قبل از اینکه چنین روزی بیاد، قبل از اینکه همه راهها بسته بشه، انسان باید ارتباطش با خدا درست کنه. ببین مثالی، یه انسانی خدا نکرده جریمه ای انجام داده، حکم اعدام براش صادر شده، دادگاه و همه مراحل گذرانده، رئیس جمهور رو موافقت کرده، تمام شد، اینو میبرن برای اعدام. الان که حکم صادر شده دارن میبرنش اعدام، دیگه راه بسته شده، الان میخواد زرنگی نشون بده، میخواد گریه کنه، میخواد بخنده، میخواد اهمیت بده، میخواد نده، حکم حکمه. چی میگیم؟ میگیم این مجرم درها روش بسته شده، به بن‌بست رسیده. ولی ما قبل از اینکه با خدایمون به بن‌بست برسیم، با خدا صلح بکنیم و لیس له من دون الله من ولی ولا لیس له من دون الله ولی ولا شفیع و ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها. در اونجا اگر همه دنیا را مالک بشید و بخوایی فدیه بدید، از عذاب خدا نجات نمیده، تا چرسه که اونجا هیچی جز اعمالت مالک چیزی نیستی. ولذا همش قرآن میگه و ذکر بهی، با این قرآن تذکر بده، تذکر با این قرآن باشه. این آیه رو انشاءالله دوباره فردا مراجعه میکنیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سعی میکنم که امروز بیشتر وقت رو بر نامه هاتون و واتساپ و ایمیل هاتون بدم. کیانوش رستمی ورزشکار کرد بعد از اینکه در المپیک برزیل صاحب مدال قهرمانی شد، مدال خود را به مدافعان حرم تقدیم کرد، به مدافعان بتخانه ها. وی در المپیک قبلی هم مدال برنز را برد و بعد به دیدار خامنه ای رفت و با شیرین زبانی انگشتر خامنه ای را به عنوان تبرک گرفت و حالا هم خود را از سربازان خامنه ای معرفی کرد. میفرمایید این چرا اینقدر وقته؟ کردار رو
دارن اعدام میکنن، یه آقا میره از دست یک جنایتکار انگشتر میگیره، آخوند رقاص لطفا موسیقی دست داشت من، یعنی چی؟ باید نمیشم آخوند یه با خانوما داره میرقصه، لیکن اکثر لخت و اور داره، من نمیخوام نشون داده بشه، توجه میکنین؟ أعوذ بالله. طب دونك که آخون دین نداره، آخون برای بازیگری، آخون رافضی برای بازیگری دین وجود آورده شده. الو بفرمایید. الو آقا صدا نداری شما. الو 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 قطع شد شما. بله بفرمایید. بفرمایید شما وسط. الو سلام. علیکم سلام ورحمت الله. این گوش مال مولا زاهد نه؟ بفرمایید. من میخوام یه دعایی برای من میخوام که 4 سال عروسی کردم، شوهر من منو دوست نداره، یه دعایی بخوام که شوهر من دوست داشته باشه. خداوند مشکلات شما رو حل کنه. این دست خود شماست. این زنه که میتونه خانهش رو بهشت قرار بده و میتونه خانهش رو جهنم قرار بده. بیشتر که دست شوهر باشه دست شماست، مگه اینکه شوهر بیدین باشه، چشم چران باشه. ولی غالبا خانه رو زنه که میتونه به بهشت مبدلش کنه یا به جهنم. توهین مهران مدیری به حضرت طلحه و زبیر در برنامه دور همی تلویزیون رسم. آقا این توهین دو خود دولت، خود اطلاعات به وجود آورده تا این اعدام ها رو به سایه ببره. الان شما نگاه کن 50 تا نماینده اعتراض کرده، یه نفر نماینده راجع به اعدامی ها اعتراض کرد؟ نه، برای که اون قضیه بخوابه. اینا به شیطان درس میدن. علیکم سلام. بفرمایید. علیکم السلام. سلامت باشید. بفرمایید شما. لطف دارید. سلامت باشید. بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید. بله. شعرتون راجع به چی هست؟
خدتي جناب، خدتي فكر فكر من هنا مش نصاب. آقای مکارم رفته شیراز، ببخشید رفته مشهد، این مقاله بلند بالاییه، لیکن اینجا نوشته که تنها حضور تکفیری ها در شهر مسئله ساس نبود. اینجا مقصودشون تکفیری اهل سنت هن. چون حاشیه مشهد اهل سنت هستش دیگه، میخوان پاکسازیش کنن. بله آقای محمد، سوال شما رو جواب دادم قبلا. هفته قبل مطلبی رو که از یک راهپوزی در شبکه بی بی سی براتون نوشتم، به حال سنت بخصوص در مکه توهین کرده بود. خبرنگار بی بی سی به نام مهرداد فرهمند که تصاویرش رو هم براتون فرستادم، از عنایتی که داشتید تشکر میکنم. و یک کاش همه مثل شما اهمیت میدادند و دست اینها رو رو میکردن. اما فرمودین اگه مطلبی هست بفرستین، دوباره نقد میکنم. به چشم. این بار آقای ستار سعیدی، مجری برنامه نوبت شما در بی بی سی که افغانی هم هست، در مطالبی در مطلب خودش را بالاتر از مفتی و عالم میداند. البته انگار ایشون از دین اسلام دست برداشت و مرتد هستند، چون به افتخار میگه به من بگوی سکولار. من دیدم در صفحه خودش مطالب علیه اسلام و سلمان و تخریب و نقد علمای دین نوشته. بهش تذکر دادم که رسانه بی بی سی نباید با قراض و مرض باشه، برای که از ملت پول میگیره، اونا پول اجباری، نباید طرف با قراض کار کنه. بله الو، بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید. بله من جواب شما رو دادم خانم، جواب شما رو دادم. شما سوال کردیم، من جواب شما رو دادم. شما یه چند لحظه قبل سوال کردی، من جواب دادم. سلامت انشاءالله، خدا مشکلات شما رو حل کنه. انشاءالله انشاءالله، خدا حافظ شما. یک روزنامه روسی دلیل شکست کوتاه ترکیه را احتمال تسلط ترکیه و سلاح‌های هسته‌ای آمریکا دانسته. من نمیدونم این خبر راست است یا دروغ، ما هم نمیدونیم. سرای هستی ترکیه، امریکا که در ترکیه نیست جناب.
شما همش به صوفی بودن گلن اشاره دارید. خب برکه صوفی هست، علتش اینه. در کوتاه مصر حزب نور صوفی بود یا سلفی؟ سلفی بود، ولی خود فروخته بود. میلیون ها فریبش داد علنا، مخفی هم نه. این یک ذره نابود می باید کرد که این ذره پلی مؤمن 100 ساله را یک روز کافر می کنه. این یک. و تازه اونجا شیخ ازهر هم صوفی بود. توجه میکنی؟ آقا دنیا سلفی، صوفی، شیعه، سنی این چیزا نمیشناسه. دنیا همه رو فریب میده. آیا اولین کشوری کوتاه مصر پذیرو خود تا مهتر میدونه که خود آقای اردوغان هم صوفی است؟ نه ایشون صوفی نیست، لیکن در اون جاوه. هر حال من چه فکری ایشون رو زیاد سراغ ندارم. متاسفانه پاسخ درست نمیشون. شما همش میخواید بدانید من چه کسی هستم. من با آره من برای که من با مجهور صحبت نمی کنم. یکی ته چاه، یکی نه. آدم خود طرف شد. یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار، بله، اما برای همیشه نه. لذا از شما خواستم که یک بار یه اسکاپ من شما رو ببینم. چه بسا شما همون محمد یزدی باشید. چه با... کسی که خودشو پنهان میکنه یه مشکلی درش هست. توجه میکنی؟ یا اطلاعاتیه، یا میخواد بازی کنه. آدم راست خودشو پنهان نمیکنه. اونم ناز ملت جمع کنیم. دولت ایران مساجد اهل سنت خراب میکنه، میخواد مسجد اقصا را آزاد کنه. این دروغی بیش نیست دیگه. نظر شما درباره آیت الله مردوک کردستانی چیه؟ والا کتاباش من در بچگی خوندم. کتاباش بر ضد مدعیان تشیع خیلی عالیه. آیا این ویدیو حقیقت داره؟ شما ننوشتی که ویدیو حقیقت داره که که چی هست که من نشونش بدم یا نه؟ احتمالا با بعد از خوندن این ایمیل بسیار عصبی میشوید. چرا؟ اما شما رو به خدا قسم هر چقدر عصبی میشه اسم آدرس من رو نخوانید. من حرفم این که پاتولوژی گولن شیعه نیست. نه پاتولوژی گولن شیعه نیست و دید خوبی هم نسبت به تشیع نداره. درسته، این درسته. و اتفاقا من خودم اینجا سخنشو منتشر کردم. و آقای اردوغان هم صوفی هستن. آقای اردوغان صوفی بگید صوفی هستن بگید. نه ایشون نمیدونم از تصوف، خودش از تصوفش حرف نمیزنه. بعد شما نامی از آقای شمری خوندید که از اردوغان خواست بود اسلام اسلامی تشکیل. درست که سکولارها و لایکا اکثرا از آقای اردوغان دفاع نکردن، ولی که از کوتاه حمایت نکردن. اگه کوتاه حمایت میکردن میسوختن. و عدم حمایت آنها از کوتاه سرکوب آنها راحت تر کرد. بله این کارشون درست بود. همین که حمایت نکردن از دولت با وجودی که باش مخالفن دفاع کردن، این دلالت بر انصافشون داره، دلالت بر مردانگیشون داره. یعنی این موضعشون از موضع حزب نور مصر خیلی بهتر بود. الو بفرمایید. الو قطع شدید. الو بفرمایید. علیکم السلام رحمت الله. شما آقای اجازه بدید. عبدالله کی؟ از کجا؟ بله شما قبلا با اسم دیگه می بودی، چرا اسمتو عوض کردی؟
بفرمت. بله بفرمایید. نه، آدم نه، هم اگه به ناموس که من اجازه هم بهش نمیدم. اون با خودش بگین، به خودش بگین، به من مربوط نیست. اون هم باید نه خیر نه. ببین سر من قرآن آزاد، به همون تلویزیون رو که اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین. نه، شما زرنگه میکنید، شما قبلا هم اومدید میگی من اولین باره، این من قبول نمیکنم. ده که کسی که در تلویزیون دیگه حرف زده به ما مربوط نیست، بریم به خودش بگیم وای چه ربطی داره به من، چه مربوط، آه به من ربطی نداره. آقا خداحافظ شما، خدا علیکی وقت بار طرف نکن. شما یه بار به اسم جعفری میاد، یه بار به اسم فلان میاد، بعدم میگم اولین بار چه دروغ میگی، غلط میکنی. اون که کسی